امروز شنبه 17 شهریور ماه حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی امنیتی سیاسی به همراه زانیار و لقمان مرادی دو تن دیگر از فعالان کرد در زندان رجایی شهر اجرا شد. این خبر در حالی از سوی امجد برادر رامین اعلام شد که این زندانی کرد با دوختن لبهای خود از 4 شهریور در اعتصاب قضا به سر می برد و گزارش های هم از شکنجه و ضرب و جهر او به بیرون زندان درس کرده بود. سلام هيا من رامین حسین پناهی لا زندان رجایی شهر. رامین 24 ساله تیر ماه سال گذشته و به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کمول دستگیر و 7 ماه بعد هم حکم اعدام او صادر شد. وکیل مدافع او اما علاوه بر غیرقانونی و ناعادلانه خوندن حکم اعلام کرد رامین تنها یک فعال سیاسی معترضه. فعالی مدنی و کروله که خودن دست خوشید خلکی ایران و بطلب کردستان دکن سرچایی همو تنها چکن. با این حال زمانی که او از سنندج به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد گمان زنی ها برای اجرای حکم پررنگ تر شد. تنها اندکی بعد از انتشار این خبر رسانه ها از جاری شدن حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی دو زندانی عقیدتی کرد دیگه همزمان با رامین نوشتند. زانیار به همراه پسر عمویش لقمان سال 88 از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه، همکاری با حزب کموله و ترور پسر امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شدند. و این بار نوبت ما زانیار و لقمان است که قربانی این انتقام‌گیری سیاسی شده ایم. هر دو هم در نامه‌های سرگشاده اعلام کرده بودند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و بازجوها اونها را به تجاوز جنسی تهدید می‌کردند. تقاضا مندیم که با اقدامات سریع خود جلوی اجرای این حکم ناعادلانه را بگیرند. فردا دیر است، ساعتی دیگر دیر است، از همین الان باید اقدام نمود. در روزها و هفته‌های اخیر کمپین‌های حقوق بشری بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و نهادهای بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری این اعدام‌ها شده بودند. به همین دلیل اجرای پیش از اعلام نشده این احکام موجی از اعتراض همراه با شکر برای کسانی که خواستار توقف حکم بودند به همراه داشته. به اعتقاد کنشگران حقوق بشری، حکومت ایران باعث افزایش نگرانی ها در مورد محاکمه های غیر منصفانه و اعدام های فراغذایی شده و بار دیگه حقوق بشر، زندانی های سیاسی و فعالان مدنی در جمهوری اسلامی زیر سوال رفت. حکومتی که شاید دوباره ثابت کرد اصلاح شدنی نیست. مهدی پرستاران، اتاق خبر.